بر شما هفتم مرداد ماه 1401 خورشیدی و 29 ژوئیه 2022 میلادی. امشب در صفحه آخر می‌پردازیم به بخش دیگری از غارت ایران به دست سفارش شده های خامنه ای، از جمله گلپسر معاون اول دولت رئیسی. پرده آخرم خواهیم داشت طبق معمول آخر برنامه. اما هفته ای که گذشت یک سالگشت در گذشته به یاد ماندنی داشتیم و یک سالگشت تولد به یاد ماندنی. دوم مرداد سالگشت در گذشته احمد شاملو بود که 22 سال بعد از در گذشته او هنوز جمهوری اسلامی نمیتونه وحشتش رو از این شاعر مهم و اثرگذار ایران پنهان کنه. کانون نویسندگان ایران که فراخوان گرد همایی بر مزار شاملو رو مثل هر سال داده بود در گزارشی نوشت امسال نیز چون سالیان پیش ده‌ها نفر از نویسندگان و مردم آزاده به امامزاده طاهر آمده بودند اما امکان حضور بر مزار شاملو را نیافتند. حاکمان ستم و سانسور پیش از حضور مردم درهای گورستان را بسته بودند و مأمورهایشان را در داخل و بیرون آن مستقر کرده بودند تا مبادا از شعر و شاعری و تعهد مادام العمر شاملو به آزادی و آزادی خواهی یادی به میان آید. اما یک تولد به یاد ماندنی هم داشتیم هفته پیش. 31 تیر ماه سالگشت تولد نوید افکاری بود که اگر در 22 شهریور 99 اعدام نشده بود الان 29 ساله بود. نوید افکاری کشتیگیر خوشنام شیرازی که در جریان اعتراضات خیابانی مردم در مرداد 97 بازداشت شد، باید بدانید از گزارش هایی که تا حالا همیشه پخش شده، بعد از شکنجه های فراوان در 22 شهریور 99 اعدامش کردند بی آنکه خانوادهش، وکیلش و حتی خودش تا دم اعدام مطلع باشه که دارن میبرن اعدامش میکنن. تقدیمی این هفته به نوید افکاری، ستار بهشتی و همه جوانان آزادی خواهی که به دست حکومت کشته شدند. در آوار خونین گرگومیش دیگر گونه مردی آنک که خاک را سبز می‌خواست و عشق را شایسته زیباترین زنان، که اینش به نظر هدیتی نچنان کمبها بود که خاک و سنگ را بشاید. چه مردی که می گفت قلب را شایسته تران که به هفت شمشیر عشق در خون نشیند و گلو را بایسته تران که زیباترین نامها را بگوید، و شیراهن کوه مردی از این گونه عاشق میدان خونین سرنوشت به پاشنه آشیل در نوشت. روئین تنی که راز مرگش اندوه عشق و غم تنهایی بود. آه اسپندیار مغموم، تو را آن به که چشم فرو پوشیده باشی. یکی نه بسنده بود که سرنوشت مرا بسازد. من تنها فریاد زدم نه، من از فرو رفتن تن زدم. صدایی بودم من، شکلی میان اشکال و معنایی یافتم. من بودم و شدم، نزانگونه که قنچه ای گلی یا ریشه ای که جوانه ای یا یکی دانه که جنگلی. راست بدان گونه که آمی مردی شهیدی تا آسمان بر او نماز برد. من بینوا بندگکی سر به راه نبودم و راه بهشت مینوی من بزرو تو و خاکساری نبود. مرا دیگر گونه خدایی میبایست، شایسته آفرینه‌ای که نواله ناگزیر را گردن کج نمی کند. و خدایی دیگرگونه آفریدم.
دریغا شیراهن کوه مردا که تو بودی و کوهوار پیش از آن که به خاک افتی نستوه و استوار مرده بودی، اما نه خدا و نه شیطان سرنوشت تو را بتی رقم زد که دیگران می پرستیدند، بتی که دیگرانش می پرستیدند. در بین 33 کشور به اصطلاح در حال توسعه، ایران از نظر بیکاری و بیارمانی و بیایندگی جوانان در بدترین رتبه جهان است. این آمار نیت هست در جهان به گفته بذاریم من بگم. اول نیت یعنی این که not educated employment training، یعنی کسایی که نه در حال تحصیلند نه در حال مهارت آموزی هند و نه شغلی دارند. در واقع این آماریست که سازمان بین المللی کار از وضعیت کشورهای جهان در سال گذشته میلادی تهیه کرده. میبینید که ایران در رده اول بود با آماری که زده بود. دقیقا آماریست که وزارت کار و رفاه و تعاون اجتماعی جمهوری اسلامی از وضعیت جوانان در سال 99 منتشر کرد که این آمار هم نشان می‌دهد که 77% جوانان در ایران نه شاغلند نه محصل. دارین می‌بینین دیگه، این سال 99 از بیش از 10.5 میلیون جوان 8,144,000 نفرشون نه شغل دارن نه در حال آموزش مهارت هستن نه تحصیلات دارن، تحصیل کرده هستن که یا در حال تحصیلن، که سهم بیش از 77% از کل جوانان ایران رو دارن. توی همین آماری که الان نشون دادیم بازای نشون بدیم، خب حالا من توضیح میدم. البته ببینید سال 94 حدود 31% بالای بالا ردیف سمت چپ درصد جوانان بی شغل و بی آموزش مهارت فنی و بدون تحصیل، یعنی بدون اینکه در حال تحصیل باشن، بیش از نزدیک 31% سال 94. بعد میاد پایین تر سال 95 یکم بیشتر از 30%، سال 96 میره زیر 30%، اما سال 97 میشه 73% و سالهای 98 74%، 99 77.5%. این آمار رو بذارین کنار موقعیت جوانایی که یا از خانواده و فامیل مسئولان نظام مقدسن یا به هر حال با مسئولان در فعالیت‌های خیرانه و اقتصادی شریکن، سهیمن، راندخارن به اصطلاح. یه نمونه بگم، سجاد مخبر، گلپسر کسی که 14 سال رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خامنه‌ای بوده و از سال 1400 خامنه‌ای کردش معاون اول رئیسی رئیس جمهور فساد ستیزش، یکی از نون دنیای سجاد مخبر و باباش، بانگ پاسارگاده که بیشترین بدهی رو داره، بیشترین زیاندهی انباشته رو داره، ولی کمترین دسترسی رو بهش دارن آقایون چیز فساد ستیز. خلاصه میکنم براتون، از سال 93 تا بهمن 99 هرچی طرح تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی از جمله بانک پاسارگاد میرفت تو مجلس، هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول نمی‌کرد تا اصلا به جریان نیفته.
خرداد 94 یک عضو هیئت رئیسه مجلس گفت که هیئت رئیسه در جلسه به این جمع‌بندی رسید که بانک‌های خصوصی مورد تحقیق و تفحص قرار نگیرد. چرا؟ تا بهمن 99، یعنی 5 سال، این 5 سال و نیم ادامه پیدا می‌کند. بهمن 99 تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. مجتبی توانگر نماینده مجلس نوشت: با رایزنی خوبی که در صحن مجلس انجام دادیم، توانستیم با رأی بالای نمایندگان تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی را تصویب کنیم. خیلی خوب، آفرین، باریکالله، آفرین. از بهمن 99 تا حالا که مرداد 1401 بانک پاسارگاد که قرض پسندهاش بیش از 10 برابر بانک سرمایه است، رفته زیر ذره بین و حساب کتاب و انتشار علنی نتیجه حساب کتاباش به مردم نرفته، نمیره. پس چرا مجلستون تصویب کرد که از بانک پاسارگاد هم تحقیق و تفحص بشه؟ چون وقتش داره میرسه که گرگا همدیگه رو گاز بگیرن. اوضاع خرابتر از اونه که بشه این فساد فاش شده رو روش سرپوش گذاشت. باید اعلام کرد که خودمون داریم پیگیری میکنیم، ولی پیگیری نکنیم چون خودمون گیر میفتیم. نمیخوایم گیر بیفتیم، همه بساطمون با هم میرزه. خب یعنی تحقیق و تفحص میشه؟ بالاخره نمیشه، فقط تصویب شده که بشه. نمیشه. چجوری نمیشه؟ اینجا آخه دیگه یکی از معتمدترین آدمهای رهبر معظم باشگیره، کسی که رئیس 14 ساله امپراتوری مالی بی حساب کتاب خامنه‌ای، ستاد اجرای فرمان امام بوده، طرح‌های گولزنک و سرکیسه کردن مردم درباره واکسن کرونا رو که خامنه‌ای میگفت او اجرا کرده، و اولین شرطی که خامنه‌ای برای رئیسی گذاشت تا رئیس جمهور بشه سمت معاون اولی برای همین محمد مخبر بود. مگه میشه قربانیش کرد، تحقیق و تفحص کرد تا خودش و پسرش برن زیر ذره؟ استغفرالله. یه سوال: چرا یقه هر کیو، هر فاسد و مفسدی رو میگیری به قول حضرات، چرا یقهشونو که میگیری هر کدومشون رفته بانک زده یا تو یکی دو تا بانک یا شرکت های زیر مجموعهش سمت داره؟ به چند تا بانک هم بدهکاره؟ اینکه باور کنیم که یک بانک از یک طرف سپرده های مردم را میگیرد و در ازای آن چند درصد سود به آنها میدهد و این سپرده ها را تحت عنوان تسهیلات به سایر نیازمندان پرداخت میکند و در ازای آن کارمزدی میگیرد، ساده ترین روایتی است که خوشبین ترین آدم ها همینک در چرخه اقتصاد ملی آن را نمیپذیرد. توضیح نمیخواد که وام های کم بهره با مهلت بازپرداخت 40 ساله و حتی بیشتر، بانک هایی که حالا در صورت مالیشان زیان های بزرگ را به ثبت رسانده اند، تسهیلات کلانی با شرایط اعجاب آور به بدهکاران بزرگ بانکی پرداختند که از آن جمله بازپرداخت وام در مدت 200 تا 500 ماه و حتی بیشتر است. طبق آمارها بانک آینده همچنان پرچمدار زیاندهی است. آینده فرزند بانک تاته که زیر عبای علم الهدا در مشهد در سال 88 تأسیس شد، بعد آقای علی انصاری غم کارش، بعد گفتن ورشکست شده، بیان بانک آینده رو درست کنیم. قبلا در بارش مفصل گزارش دادم. این بانک خصوصی یعنی آینده با بالای 95 هزار میلیارد تومان زیان بالاترین رقم زیان انباشته مربوط به بانک خصوصی و دولتی را دارد. همه کاراش عرض کردم، علی انصاری ایران، مال شریک تجاری بیت رهبر معظم و بنیاد برکت که حتی واکسن های فایزر رو به قیمت 12 تا 15 میلیون تومان از مخبر و گلپسرش سجاد مخبر که مسئول توزیع واکسن کرونا داخلی و خارجی بود، هنوز هم داره میگیره و توزیع میکنه. بعد از بانک آینده، بانک ملی است، بانک دولتی است، با 67 هزار و 524 میلیارد تومان زیان هم باشه. بعد بانک سرمایه است که از گلپسر صالحی فرمانده کل ارتش تا دوماد
محمد شریعت مداری وزیر سابق توش دست داشتن و دادگاه براشون تشکیل دادن و اینا، بالای 40,000 میلیارد تومان زیان انباشته داره این سومین بانک. بانک سپه که ادغام شده از بانک‌های نظامی است، بعد از ادغام با بانک‌های نظامی هیچ صورت مالی ارائه نکرده و تنها در لایحه بودجه سال 1401 اشاره شده که 35,000 میلیارد تومان زیانش شده است. همون موقع که البته اینا ادغام شدن بالای 80,000 میلیارد تومان زیان انباشته داشتن همین بانک‌های نظامی که رفتن تو بانک سپه. بانک شهر، مال شهرداری، پنجمین بانک این فهرست زیاندهان بزرگ هست که زیان انباشته دارن، بانک‌ها بالای 22,000 میلیارد تومان زیان انباشته داره. بعد بانک ایران زمینه که از دل تعاونی مولا الموحدین در اومد تو مشهد، اونم زیر عبای علم الهدا نماینده خامنه ای، به عنوان ششمین بانک با بالای 21,000 میلیارد تومان زیان انباشته. بعد بانک دی مال بنیاد شهید و ایثارگرانه با بالای 12,000 میلیارد تومان زیان انباشته. و بعد بانک پارسیان و بله پارسیان 40% سهامش دست بنیاد اجرایی فرمان خامنه ایست، بیش از 11,000 میلیارد تومان زیان انباشته داره. بانک کشاورزی 7,000 نزدیک 8,000 تا 7,840 نزدیک 8,000 میلیارد تومان. بانک مسکن بالای 3,000 میلیارد تومان. بانک توسعه صادرات بالای 1,000 میلیارد تومان. بانک توسعه تعاون حدود 1,000 میلیارد تومان زیان انباشته داره. ببینید این 12 بانک رو فهرست کردن به عنوان در کل چقدر بیش از 320,000 میلیارد تومان اینا زیان انباشته دارن. این 12 بانک فهرست کردن که بگن اینا زیانده‌ترین بانک ها هستن، پر ریسک‌ترین بانک ها هستن و کل زیان انباشته‌شون بالای 320,000 میلیارد تومانه، یعنی بالای 10 میلیارد دلار. چرا بانک پاسارگاد اصلا تو این فهرست نیست؟ ولی حالا خواهم گفت. زیانده‌ترین بانک ایران با 150,000 میلیارد تومان زیان انباشته. اصلا رقم ها 150,000 میلیارد تومان زیان انباشته. بدهکارای کلونش فقط 15 تا شرکتن که تسهیلات و وام پس نده گرفتن. و چجوری سرپاست این بانک با سپرده های مردم بدبخت؟ ببینین بانک پاسارگاد، تو بانک پاسارگاد میزان سپرده های مردم آن دارین میبینین دیگه، از سال 93 تا سال 97 یعنی در عرض 4 سال دو برابر شده، رسیده نزدیک 77,000 میلیارد تومان. این بانک جزء بانک‌هایی است که اعلام کرده در 3 سال گذشته هیچ سودی نداشته، جزء بدهکارترین بانک هاست الان. چرا؟ چون بیش از 150,000 میلیارد تومان تسهیلات داده و پس نگرفته. به کیا داده؟ فقط به 15 تا شرکت که دارین می‌بینین. این 15 تا شرکت مال کیاست؟ مال خود مدیرای بانک پاسارگاد که یکیشون گلپسر محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور فساد ستیزه. شرکتی که محمد سجاد مخبر، پسر محمد مخبر، یا توش مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره، بعضی جا به عنوان نماینده شرکت مادر که مدیر عاملشه رفته توی شرکت زیر مجموعش به عنوان عضو هیئت مدیره نشسته. تو شرکت نسیم سلامت پاسارگاد، مال بانک پاسارگاد، مدیر عامله. تو بقیه شرکت ها به نمایندگی از این شرکت مادر رئیس هیئت مدیره است. یعنی تو این شرکت ها که همشون بدهکارای بانک پاسارگادن، همون شرکت هایی که 15 تا شرکت که عرض کردم، به هر عنوانی که ایشون باشن، یا رئیس هیئت مدیره
یا مدیر عامل آقای سجاد مخبر حرف اولو میزنه. بعد مدیر عامل بانک پاسارگاد کیه؟ حاج مجید قاسمی. تو 11 تا شرکت دیگه ایشون رئیس هیئت مدیره است. 3 تا از این شرکت ها همونایی هستن که تو فهرست بدهکارای بانک پاسارگاد هستن، تو اون 15 تا شرکت 3 تاشون این توش رئیس هیئت مدیره است. فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان، سرمایه گذاری پارس آریان و شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه که بزرگترین بدهکار بانک پاسارگاد، بیش از 69 هزار میلیارد تومان قرض و پس نده گرفته از بانک پاسارگادی که خود رئیس هیئت مدیرش مدیر عامل بانک پاسارگاده. مجموع بدهی این سه تا شرکت که آقای مجید قاسمی مدیر عامل بانک پاسارگاد رئیس هیئت مدیرشونه، مجموع بدهیشون به بانک پاسارگاد بیش از 72 هزار میلیارد تومنه. آدم هایی که تو این سه تا شرکت همه کارن، تو بانک پاسارگاد هم همه کارن. فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان که مجید قاسمی مدیر عامل بانک پاسارگاد رئیس هیئت مدیرشه، سرمایه گذاری پارس آریان که علی اکبر امین تفرشی عضو هیئت مدیره بانک پاسارگاد مدیر عاملشه. سومین شرکت که 69 هزار میلیارد تومان به بانک پاسارگاد بدهکاره، شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه است که مجید قاسمی مدیر عامل بانک پاسارگاد رئیس هیئت مدیرشه و دو عضو هیئت مدیره بانک پاسارگاد توی هیئت مدیره این شرکت هم هستن. علی اکبر امین تفرشی عکسش هم دیدین که گفتم عضو هیئت مدیره بانک پاسارگاده و سید کاظم میرولد که رئیس هیئت مدیره بانک پاسارگاد است ایشون. اینا بیش از 69 هزار میلیارد تومان به اسم این شرکت‌ها از بانک پاسارگاد وام پس نده گرفتن، از بانکی که دست خودشونه ریختن به حساب شرکت که دست خودشونه. والا من دیگه عصبانی نمیشم، انرژیم تموم میشه. این دنیایی که ساخته این نظام مقدس اسلامی در ایران، و تازه شرکت دیگه، شرکت چهارمی که 24 هزار میلیارد تومان به بانک پاسارگاد قرض و پس نده داره، گسترش انرژی پاسارگاده که زمان دریافت این 24 هزار میلیارد تومان، رئیس و اعضای هیئت مدیرش همین 3-4 تا آدمی بودن که عرض کردم. مجید قاسمی مدیر عامل بانک پاسارگاد، مدیر عامل گسترش انرژی پاسارگاد هم بوده. سید کاظم میرولد رئیس هیئت مدیره بانک پاسارگاد، نایب رئیس هیئت مدیره این شرکت هم بوده. علی اکبر امین تفرشی عضو هیئت مدیره بانک پاسارگاد، عضو هیئت مدیره این شرکت هم بوده. اینا 24 هزار میلیارد تومان از موجودی بانک پاسارگاد به حساب این شرکت که دست خودشون بوده برداشتن. این 24 هزار میلیارد تومان رو با اون 72 هزار میلیارد تومان که به اسم سه شرکت دیگه که عرض کردم همچنان رئیس و عضو هیئت مدیرشن، اینا رو با هم جمع کنیم میشه 96 هزار میلیارد تومان. مردم گیر یه تومنشن. ایران وایر نوشته بر اساس لیست منتشر شده از سوی بانک پاسارگاد، میزان بدهی 15 شرکت که از این بانک تسهیلات دریافت کردند تا پایان سال 1400 بیش از 150 هزار میلیارد تومان بوده است. برای فهم دقیق از این حجم مطالبات بانک پاسارگاد کافی است بدانیم کل مبلغ فساد رخ داده در بانک سرمایه 14 هزار میلیارد تومان بوده. کمتر از 10% مبلغ مطالبات بانک پاسارگاد، آن هم تنها از 15 شرکت. یعنی چی؟ یعنی 10 برابر بانک سرمایه اینا زیان انباشته دارن، قرض و پس نده دادن، فساد کردن. خلاصه مطلب، هیچ بدهکار کلان بانکی تا حالا اسمش جایی نیامده که اینقدر بدهی بانکی یا زیان انباشته بانکی داشته باشه بانکش. اسم مجید قاسمی مدیر عامل این بانک و رفقاش هم هیچ جا به عنوان حتی بدهکار یا متخلف نیست.
هیچ کس هم جرأت نمیکنه بگه من که سرمایه با 1/10 بدهی انباشته بانک پاسارگاد 3 سال تو دادگاه ویژه اقتصادیتون محاکمه شد، اینجا که 10 برابر پول بانک سرمایه رو غارت کردن، دزد و بزم معلومه، چرا هیچکی هیچی نمیگه؟ چون مخبر از بیت آقا امام خامنه ایست. گلپسر مخبر آقای دکتر سجاد مخبر همه کاری اون بانک شده. این مجید قاسمی فقط یه تکنوکرات کاربلد بانکیه که کمک دست مخبر واسه غارت 150 هزار میلیارد تومانی از بانک پاسارگاد تا امروز. اگر نه این ادامه داره. مجید قاسمی کی هست؟ در دوران جنگ ایران و عراق ریاست کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را عهده‌دار بوده و همچنین سوابقی چون مشاور عالی شرکت ملی فولاد ایران، ریاست هیئت مدیره شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران، مشاور کمیسیون اقتصاد کلان و دبیری کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام را از سال 59 تا کنون در کارنامه فعالیت‌های خود دارد. در سال 84 هم بانک پاسارگاد به عنوان پنجمین بانک خصوصی ایران تأسیس میکنه، تا حالا سمت مدیر عاملی بانک پاسارگاد را بر عهده داشته است. بانک پاسارگاد سال 84 با ریاست جمهوری احمدی نژاد تأسیس شد و در ادامه هم به اصلاح طلب و هم به مشاورای خامنه‌ای تکیه کرد. مثال دانشگاه خاتم که زیر مجموعه بانک پاسارگاده، اعضای هیئت امناش کیان؟ مجید قاسمی، همین که عرض کردم، علی اکبر صالحی مشاور ارشد خامنه ای و طیب نیای وزیر دولت روحانی و مصطفی محقق داماد و غیره. این وسط گلپسر رئیس ستاد اجرایی خامنه‌ای و معاون اول رئیسی یعنی آقای سجاد مخبر به ویژه سراغ بانک پاسارگاد رفته، چون اولا باباش عضو هیئت مدیره بانک‌های دیگه است، مثل بانک سینا که مال بنیاد مستضعفانه، ولی اسم باباش تو مدیره بانک پاسارگاد نیست. این بابا و پسر تقسیم میکنن، جفتشون نمیرن یه جا. دلیل دیگه ای که سجاد مخبر رو بس کرده به بانک پاسارگاد، چون با آدمایی تو شرکت‌های زیر مجموعه این بانک هست که همه‌شون از دمکلفت‌های بانک مرکزی و مجلس و دستگاه اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی هست، توپ هم نمیتونه تکونشون بده. وحید اشتری روزنامه‌نگار نوشته همه سمت‌هایی که برای سجاد مخبر فرزند رئیس پیشین ستاد اجرای فرمان امام ذکر می‌کنم به یک جا مربوط می‌شود، هلدینگ نسیم سلامت پاسارگاد، یه هولدینگ عظیم. سجاد مخبر به عنوان مدیر عامل هولدینگ شرکت مادر تخصصی نسیم سلامت پاسارگاد است و عضو هیئت مدیره شرکت‌های زیر مجموعه آن. شرکت مادر تخصصی نسیم سلامت پاسارگاد متعلق به بانک پاسارگاد است و خرداد 94 تأسیس شده. بسیاری از بزرگان پولی مالی ایران را در اینجا میتوان یافت. برای نمونه رئیس هیئت مدیرش دکتر قاسمی رئیس اسبق بانک مرکزی است. نمونه دیگر آقای سید کاظم میرولد است، از ریاست دیوان محاسبات در مجلس پنجم و ششم و هفتم تا معاونت سیاسی وزارت کشور در دولت 11 و غیره. عضو دیگر هیئت، هیئت مدیره علی عبدالعلیزاده است، نماینده ادوار دوم و سوم مجلس شورای اسلامی و استاندار آذربایجان شرقی در دولت هاشمی رفسنجانی و در دولت خاتمی و همچنین وزیر مسکن و شهرسازی هر دو دولت محمد خاتمی. سجاد مخبر قبل از عضویت در هیئت مدیره و مدیر عاملی نسیم پاسارگاد و شرکت‌های زیر مجموعه هیچ نداشته و هیچ جای اسمش نیست، یعنی هیچ سمتی نداشته. البته نسیم سلامت اوائل سال 94 تأسیس شده و این جوان دهه 60، اینا رو وحید اشتری میگه، و این جوان دهه 60 قریب 2 سال قبل تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده بوده است. احتمالاً این 2 سال را هم در جایی داشته سربازی اجباری می‌گذرانده و بعد یهو بعد از پایان خدمت مدیر عامل چنین هلدینگی با چنان ابعادی می‌شود. اینکه ایشان با کدام رزومه و چطور از بین این بزرگان سر در می‌آورد خب تحلیل نمی‌خواهد.
لیست شرکت هایی که گلپسر محمد مخبر یا توشون رئیس هیئت مدیره است یا مدیر عامل ایناست. نسیم سلامت قزوین، توسعه گردشگری آتی خاورمیانه، پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد، سلامت الکترونیک نسیم، نسیم سلامت پاسارگاد، پارس فارمد پاسارگاد، نسیم سلامت خاتم، واسپاری میلاد شهر، گروه سرمایه گذاری میلاد شهر. چهار تا از این شرکت ها زیر مجموعه بانک پاسارگادن و از بدهکاران کلان این بانک. این گلپسر البته آبدن آقای محمد مخبر تکذیب کردن که نخیر عضو اینا بودن، تمام مدارک نشون میده که عضو این تو این نه تا شرکت که عرض کردم نشون دادیم اینا عضو هیئت مدیره است و ریاست هیئت مدیره و اینا رو داره و تکذیبشون هم به درد چی بگم عموشون میخوره یا عمهشون میخوره. این گلپسر فرزند برومند محمد مخبر که عکسشو دیدین، منصوب رهبر معظم در ستاد اجرای فرمان امام و باباشو دارم میگم فرستاده رهبر معظم به نهاد ریاست جمهوری به عنوان معاول اول رئیس جمهور منصوب شده شه. به همین دلیلی که این قارت عجیب غریب سپرده های مردم در بانک پاسارگاد تنها رانت گلپسر معاون اول سید محرومان نیست. قدرت دارن اینا، قدرت و امتیاز به دلیل همون قدرت سیاسی. هر جا بخواد میره این حاج سجاد دکتر دخالت میکنه، حتی به عنوان گلپسر آقای مخبر قول مجوز وارد کردن خودرو میده به بازیکنهای تیم ملی فوتبال. بدبخت اون تیم ملی فوتبال و چقدر پر بچه پر رو هن اینا واقعا که میرن شاخوشونه میکشن بعد تلطیف میکنن، تطمیع میکنن، قول اینو میدن که بابام بهت مجوز میده بری بنز وارد کنی. رویداد 24 نوشته مهدی تارومی در گفتگو با برنامه فوتبال 360 عادل فردوسی پور گفته پسر محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور به اردوی تیم ملی آمده بود و آنجا قول صدور مجوز واردات خود رو را داد. عادل فردوسی پور تو این مصاحبه سوال میکنه از تارومی که آیا خود او یعنی خود مهدی تارومی و احیاناً کسای دیگه از تیم ملی به نهاد ریاست جمهوری رفته بودن برای صحبت درباره این موضوع این مجوز؟ آیا با نهاد ریاست جمهوری و اینا صحبتی شده از طرف شما آوری که تو بازیکن دیگه؟ من در جریان این نیستم که نهاد ریاست جمهوری و کی صحبت کرده یا چی این خبره خود از کجا اومده؟ صحبت کردی یا نه خودت؟ من نه، من با هیچکدوم از این اعضای اصلا این خبره رو من با علی هم صحبت کردم چون اسم علی جانبخش علی جانبخش اومده بود. گفتن که با آقای مخبر و نه قبل از که بریم اردوی قطر پسر آقای مخبر اومدن توی اردو یه صحبتی کردن و گفتن که با آقای مخبر یه جلسه بزنیم در راجع به این که آقای مخبر اومده بود بعد بازی عراق فکر کنم توی رختکن یه قول مجوز ماشین فکر کنم داده بود به بازیکنان مثل اون سالی که آقای احمدی نژاد این کار کرده بود تیم ملی رفته بود جام جهانی و راجع به این موضوع بود که بعدن گفتن حالا اگر که همه هنگ کنید تشریف بیاریم اونجا. بله گاه وقتی سراغ دزدای کلان یا کلاهبرداری بانکی یا محتکران میریم دنبال این میگردیم که پشتشون کدوم مسئول حکومتی است تا به رانتی که اینا دریافت میکنن در واقع برسیم و به رشوه خواران و فساد حکومتی. این یه سویه قضیه است. واقعیت این است که اگر حتی اون پشت و پسله ها را هم نبینیم همین دزدی ها و کلاهبرداری های کلان نشان دهنده این است که ساختار حکومت طوری است که
به این دزدان کلان و کلاهبرداران امکان چنین یک تازی رو میده. ساختار یعنی بیقانونی، مجریان فاسد همین قانون موجود، پاسخگو نبودن مسئولان به اعتبار پاسخگو نبودن رهبر و به اعتبار اینکه خودشون به رهبر پاسخگوان، رهبری که خودش هرگز پاسخگوی هیچ کس نبوده. فکر کنیم بیدلیله که از برگزاری حتی یک کنفرانس خبری وحشت داشته در تمام طول عمر رهبریش. هیچ وقت خامنه این کار معمول و مسئولانه همه مسئولان کشورها رو انجام نداده و نخواهد داد. در نتیجه دو حالت دارد: یا مسئولان حکومت از این غارت‌ها اطلاع دارن و دستشون تو دست همین هاست که خب جواب روشن، یا اطلاع ندارن که یعنی لیاقت حکومت کردن رو ندارن. در هر دو حالت وجود چنین حکومتی یعنی مسیر سقوط کشور و سرمایه های مالی و انسانی کشور به ورطه نابودی. یه نمونه بگم از آنچه همیشه تأکید کردم: نقش حکومت جمهوری اسلامی در دزدیدن از سفره مردم و گذاشتن تو جیب یه مش تازه به دورون رسیده مالتی میلیاردر. نقشش اینه چی؟ اصلا وظیفش اینه. مثال: چرا مرغ یه دفعه گرون شد و از سفره میلیون‌ها ایرانی حذف شد؟ تصور کنید با 730 میلیون دلار چند نفر می توانند بی آنکه نگران قیمت مرغ یا مجبور به ایستادن در این صف‌های طولانی باشند، سفره‌شان را با زرش پلو و مرغ پر کنند. با 1100 میلیارد تومان چطور؟ این ارقام را به خاطر بسپارید تا ارتباط آن را با مرغ برایتان بگویم. این انبار منه الان حداقل باید 100 تن ذرت توش باشه. همین تازگی بود که با حذف ارز ترجیحی، خوراک مرغ گران و انبار تولید کنندگان مرغ از دان خالی شد تا این غذای پروتئینی به زودی گرانتر و کم کم از سفره عده‌ای دیگر از مردم حذف شود. اومدن 1100 میلیارد تومان یعنی 500 هزار تن نهاده رو خریدن بدون این که نهاده وارد کشور بشه. در این میان آنطور که سازمان بازرسی کل کشور میگوید، ماجرای خوراک مرغ برای عده‌ای خوراک خوبی فراهم کرده تا بتوانند مال و منالی به جیب بزنند و به نان و نوایی برسند، آن هم به بهایی که میتواند گرانتر شدن مرغ و گوشت و حذف آن از سفره تعداد بیشتری از مردم را به دنبال داشته باشد، آن هم در وزارتخانه‌ای که معاش مردم به عملکرد آن وابسته است. ماجرا از این قرار است که یکی از زیرمجموعه‌های وزارت جهاد کشاورزی به یک شرکت خصوصی مجوز واردات چند میلیون تن نهاده‌های دامی را داده است. این شرکت هم بدون اینکه نهاده‌ای وارد کرده باشد، آن را در گمرک ثبت سوری یا کوتاژ می‌کند. بعد از آن وزارت جهاد کشاورزی مجوز فروش نهاده‌ها را در سامانه بازارگاه، یعنی سامانه‌ای که نهاده در آن خرید و فروش می‌شود، می‌دهد. بدون اینکه چیزی وجود داشته باشه اومده این نهاده‌های دامی به فروش رفته، عرضه شده به صورت مجازی به مشتریان و به تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها و به کشاورزان. با عرضه نهاده‌های دامی، کشاورزان و کارخانه‌های تولید کننده دام و طیور هم 1100 میلیارد تومان به حساب این شرکت پول می‌ریزند تا جنسی را بخرند که وجود ندارد. اما ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود. ایرادی که به وزیر جهاد کشاورزی وارده، زیر مجموعه وزیر نامه نگاری کرده با بانک مرکزی، بانک مرکزی بدون راستی آزمایی داده. نتیجه مکاتبه وزارت جهاد با بانک مرکزی پرداخت 730 میلیون دلار تسهیلات به شرکت مورد نظر بوده. جالب این که وزارت جهاد در نامه خود قید کرده که نهاده ها به کشور وارد شده. حالا گفته می شود 49% از سهام این شرکت در اختیار سازمان مرکزی تعاونی روستایی است، همان سازمانی که مجوز واردات نهاده ها را داده. نتیجه: صفای طولانی و طولانی تر مرغ و گرانی بیشتر. بانک مرکزی، گمرک،
وزارت خونه جهاد کشاورزی، آقای رئیس جمهور ضد فساد، هیچی بهشون نمیگه. پرونده روشنه، اسامی معلومه. ببینین، افزون بر کسانی که صحبت شد ازشون و نهادهایی که صحبت شد ازشون، از یک نفر هیچ صحبتی نشد و نمیشه. بپرسین اینو، چرا صحبت از مسعود مدلل و جواد مدلل نمیشه؟ مگه اینا جزو انحصارات در واقع واردات نهادهای دامی نیستن؟ خانواده مدلل، مسعود مدلل کجاست؟ مگه او جزو وارد کنندگان انحصاری همین خوراک دام و طیور مگه نیست؟ چرا یه جا اسمش گفته نمیشه؟ چون اینا خانواده دوماد هست آیت الله مکارم شیرازی، مرجع تقلید شیعیانند. بذار تکذیب بکنن، قبلا برنامه داشتیم مفصل که مکارم شیرازی دو تا زن داره و زن دومش در صفایه شیراز، در صفایه قم میشینه. قمیا میدونن دیگه، منطقه پولدار نشین، متمول نشین و مجلل قم. و پسرای مکارم که از زن اولش هستن میگن جواد مکارم دوماد ما نیست. راست میگن، دوماد خانواده ناتنیشونه، یعنی خواهر ناتنیشونه گرفته. این مال امروز دیروز نیست، این مال بعد از بلافاصله بعد از انقلاب و ماجرای واگذار کردن انحصار شکر به مکارم، وقتی که همه رو مصادره کردن، تقسیم کردن بین آیات و ازام و به این دلیل سلطان شکر نام گرفت آقای آیت الله مکارم شیرازی، که به قول دومادش که یه بار باهاش صحبت کردیم میگه اصلا آیت الله مکارم اگه شکر به دستش نمیدونه این شکر یا مثلا نمکه. بگذاریم، غیر از اسم اونو که نمیارن هیچی، همین هایی هم که اسمشون رو آوردن در برنامه های رسانه ایشون هیچ کاری بهشون ندارن، هیچی. بس کارشون رو بکنن. چی کار میان میکنن؟ فقط یه مدیر میانی رو عوض میکنن، مثل همیشه. این دفعه میان اسماعیل قادری فر رو از ریاست سازمان تعاونی روستایی برکنار میکنن. همین 800 میلیون دلار پول نهادهای دامی کجاست؟ نبودن نهادهای دامی وارد نشده به بازار چه بلایی سر بازار مرغ و دام و قیمت مرغ و گوشت میذاره و گذاشته؟ اینا مهم نیست، مهم اینه که دست همه ما تو کار نمیشه که رئیس بانک مرکزی و وزیر جهاد و رئیس کل گمرک رو برکنار کنیم، که میخندن به ما رقبا. تازه ما 800 میلیون دلار چیه؟ 150 هزار میلیارد تومان، یعنی 5 میلیارد دلار فقط از یک بانک به اسم زیان انباشته غارت شده. حالا 800 میلیون دلار پوله که ما بیایم خودمون رو ضعیف نشون بدیم و فاسد مثلا به رقبا. اون اسماعیل هم برکنار کردیم. اینطوری نیست که بیکار و بی‌آبرو بشه، که همین الان رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است. همین الان زیر بال و پر داریمش. سید محرومان نمیذاره که این محروم بشه از پست دولتی.
قبلا هم نذاشته. تو آستان قدس امام رضا بوده همین آقایی که برکنار کردیم. اسماعیل چی بود؟ فامیلش چی بود؟ قادری فر؟ اسماعیل قادری فر، بله. خب شرکتی که با وزارت جهاد کشاورزی بسته و این 800 میلیون دلار ارز دولتی رو گرفته که بره نهادهای دامی وارد کنه و نکرده و تازه کلی هم پیش فروش کرده و از دامدارا و مرغداریا پولش رو گرفته، یعنی کلاهبرداری رو ببینین، از یه طرف وارد نمیکنه 800 میلیون دلار رو همینجوری میذارن جیبشون وارد نمیکنن، از یه طرف معلومه که حکومت پشتشونه و اینا میتونن این غلطا رو بکنن، از یه طرف دیگه پیشاپیش فروختن، پول از دامدارا و مرغداریا گرفتن و میدونن که وارد نمیکنن. واقعا این آخه من چه به ضد انسانن اینا. این شرکت اسمش از آریا تجارت سهیل. میرین دنبال این که این شرکت چه جور شرکتیه. تو این شرکت میرسیم به اسمایی که هر کدوم یه تعداد شرکت دارن خودشون، ولی فقط اسمن، نه وضعیت حقوقشون معلومه، نه بازرسی دارن، نه سهامداری توشون رایجه و سهامداری دارن، نه اطلاعاتی از مدیرای شرکت هست ثبت شده، هیچی. دو سه تا از اسمایی رو که به عنوان اعضای هیئت مدیره آریا تجارت سهیل نوشته شده تو این برگه‌ای که دیدین که نیامد، البته تا پایین‌تر که ببینین همشو، اینا اگر دنبال بکنیم می‌بینیم. یکشون وحید احمدی، رئیس هیئت مدیره همین آریا تجارت سهیل. بنیانگذار این شرکت هم فردی معرفی شده است به اسم سهیل محمد جعفری. کد ملی این سهیل محمد جعفری هست 00 79 35 و و و داریم میبینین دیگه کد ملیشو. سراغ اسامی که همین پایگاه داده های ثبت شرکت ها به عنوان اعضای هیئت مدیره این شرکت آریا تجارت سهیل ثبت کرده میرین برای نمونه میبینین محمود رضا بخشی یکی دیگه از اعضای هیئت مدیره شه. ایشون کیان؟ اصلا وجود دارن ایشون؟ کد ملی ایشون است 079352، یعنی 079352. کد ملی سهیل محمد جعفری چی بود؟ سهیل محمد جعفری توی 7935 بود. کد ملی این یکی محمود رضا بخشی چقدره؟ 79352. یه دو بهش اضافه کرد. حالا ما نمیدونیم که آیا این کدای ملی مال یه نفره، مال هیچ نفره، با یه عدد کم و زیاد، مال دو نفره. الله اعلم. به هر حال این همه اطلاعاتی است که از ایشون موجوده. شماره کد ملی صادر از سبزوار، جنسیت مرد، عضو هیئت مدیره همون شرکت آریا تجارت سهیل. بعد اطلاعات رئیس هیئت مدیره آریا تجارت سهیل رو که دنبال میکنین، آقای وحید احمدی، میبینین مدیر عامل و عضو هیئت مدیره سه تا شرکتی که یکیش همین آریا تجارت سهیله، یکیش کنترل انفجار سوخت ماهانه و یکی دیگرش سرآمد صنایع بهشهر. اطلاعات هر کدوم از این شرکت ها رو که میخواین دنبال کنین و شما میتونین برین رو مالکانی دسترسی داشته باشین به اینترنت دنبال کنین، هیچی گیرتون نمیاد، هیچ. اصلا این شرکت ها وجود ندارن. و اینکه فکر نکنیم من پیدا نکردم و اینا وجود خارجی دارن، این اطلاعات شرکت کنترل انفجار سوخت ماهانه. میبینید دیگه فقط شماره ثبت داره، کد اقتصادی نداره، وضعیت مالیش هم نوشته غیر مالیاتیش هم نوشته غیر فعال. بیشتر این شرکت ها رو نوشته غیر فعال. این شرکت ها نه فعالیت مالیاتی دارن، نه سهامدار دارن، نه سرمایه دارن، نه توضیح دارن، ولی همشون ثبت دولتی شدن. یعنی همه اسم همون این شرکت ها سوری و کاغذی هم.
ثبت دولتی شدن. اون وقت کیا دستشون تو کارا؟ اگه میشه حکومت فاسد نباشه، فاسد پروری بشود. خب چرا نمیرین آدمای حقیقی رو به عنوان کلاهبردار و جائل و بحرانساز در سفره مردم بگیرین؟ حداقل 800 میلیون تومان مردم پس بگیرین دیگه، اونا رو که خودتون اعلام کردین، گمرک، بانک مرکزی، وزارت جهاد. چرا نمیرین سراغ اونا؟ چجوری بریم؟ خودمونیم. تنها کشوری که میریم سراغش و ظاهرا وجود خارجی داره آریا تجارت سهیل هست و مدیرای دزدش. به اونا نمیتونین دست بزنین، چون طبق فرمان آقا امام خامنه ای شرکت آریا تجارت سهیل درست شده برای دور زدن تحریم‌ها در جریان اقتصاد مقاومتی. این وبسایتشه دیگه، بخونین دیگه، ایشالله بتونین بخونین. من نمیدونم، ایشالله ماشالله به قولی که رفقا میگوی اینقدر نگو ایشالله ماشالله، زشته. چشم. در اقتصاد مقاومتی، من دارم عیناً از رو وبسایتش میخونم، امنیت غذایی ملت شریف ایران همیشه در اولویت بالایی قرار داشته. تغییرات در نظم غذایی جهان، ایجاد خلأ امنیت تأمین در برخی از کشورهای تأمین کننده، کالاهای اساسی و همچنین افزایش تقاضا از نقاط دیگر، کارکنان و مدیران شرکت آریو تجارت را بر آن داشته تا از تجارب بین المللی بهره بگیرند و غیره و غیره. از کجا وارد میکنه این شرکت وارد کننده مواد غذایی؟ نه من وبسایتش نشون دادیم یا نه، چون تیتر بالاش از شرکت وارد کننده مواد غذایی. خب زیر همین تیکه‌ای که من براتون خوندم توی وبسایت آریا تجارت سهیل نوشته که از کجاها وارد میکنه این شرکت مواد غذایی رو، زیر همین معرفی نوشته چین، هند و آفریقا. فقط خب این شرکت زیر چتر حمایتی رهبر و بیت رهبران، سیاست پیشوا رو اجرا میکنن، دستخوششون هم میگیرن. حالا این 800 میلیون دلار که گفتم چیزی نیست که. مردم این وسط به قول مصباح یزدی چه کارند که بخوان تو کار ولی فقیه دخالت کنن؟ یکی از بنیادهای زیر چتر ولی فقیه که مالیات دهی و حساب کتابی تو کارش نیست، بنیاد مستضعفانه که مدیر بانکیش بهزاد گلکار بود که 20 سال تو بنیاد مستضعفان بود و از این 20 سال 8 سالش مدیر هلدینگ سینا بود که با محمد مخبر بانک سینا رو اداره میکردن. ببینین همه هر کسی گذرش به حکومت افتاده دستش تو کاره در غارت این مردم بدبخت. بهزاد گلکار سال 95 از بنیاد مستضعفان میره، یه مؤسسه دیگه متعلق به مردم مستضعف که بانک سامان بهش واگذار کرده، شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان. این مختصر رو عرض کردم درباره بهزاد گلکار و رابطه بنیاد مستضعفان با بانک سامان تا یه مقدار روشن‌تر بشه که اگه مثلا خانواده زرابیه که بیشترین سهم تو بانک سامان دارن و از بزرگترین بدهکار بانکیان، چرا نمیرن سراغشون؟ چرا کسی نمیتونه بهشون دست بزنه؟ حتی نمیتونه یقشون رو بگیره آبیا بدهی تو بده زیان انباشته بانک سامان همینجوری میره بالا؟ احمد رضا زرابیه، ولی الله زرابیه، محمد زرابیه، اینا جزو سهامدارای بانک سامانن. سهامدارای دیگه بانک سامان شرکتایی هستن که همین زرابیه ها سهامدارشن، برای هیئت مدیرشن. این اون سیستم قبلی، این پاسارگاد. برای مثال
شرکت پمپسازی ایران که سهامدار بانک سامانه، محمد زرابی رئیس هیئت مدیرش و اینا بدهکارهای بانک سامانه. محمد زرابی بابا جونه، دو تا گلپسر احمد رضا و ولی الله، اینا افتادن رو بانک. احمد رضا زرابی هم رئیس هیئت مدیره شرکت ایده پردازان بانک سرمایه امینه، هم رئیس هیئت مدیره هلدینگ سرآمده. اینا همه سهامدارای بانک سامانن، همین شرکت ها. زرابی ها یزدی هن و محمد زرابی کارخونه پشم و پارچه ایران برک رو داشته قبل از اینکه بانک سامان در سال 81 تأسیس بشه. خانواده زرابیه یزدی جزو حامیان بزرگ مالی انتخاباتی سید محمد خاتمی در سالهای 76 و 80 بودند. بر اساس گفته های همین منبع آگاه به فلان، در سالهای 70 و پیش از آن محمد زرابیه مدیر عامل شرکت یخچالسازی فیلور یزد بوده و با سید علی خاتمی ارتباطی بسیار نزدیک داشته. نام اعضای خانواده خاتمی، تابش و زرابیه را میتوان به عنوان صاحبان سهام و نیز مدیر در مدارک شرکت پلاستیران مشاهده کرد که پلاستیران یکی دیگه از بدهکارهای بانک سرمایه است و زیان انباشته بانک سرمایه از این شرکت هم هست. اونقدی فرصت نداریم که من بخوام. به هر حال آقای سید علی خاتمی یکی از سهامداران پلاستیران. پلاستیران بذاریم بگم دیگه. آقای امیر مقدم مدیر روابط عمومی ریاست جمهوری در دولت روحانی نوشته است که بیشتر پارچه‌ای که برای تبدیل به پرچم آمریکا که روش را برن و شعار نویسی استفاده می شود، انبوه پارچه‌های سیاه تبلیغاتی مناسبتی و پارچه لباس فرم سیاه از شرکت‌های یزباف، برک، پلاستیران متعلق به خانواده زرابیه صاحبان بانک سامان خریداری می شود. همه این کارخانجات هم ورشکسته هستند و صرفاً به واسطه حمایت خاص و رانتی سپاه و دیگر نهادهای حکومتی سرپاهند. علی خاتمی، برادر محمد خاتمی، هم یکی از سهامدارانش است. علی خاتمی رئیس دفتر بازرسی رئیس جمهور بود زمان ریاست جمهوری خاتمی. محمد زرابیه همون بابا جون حسابدار ساده‌ای بود که بعد از انقلاب با زد و بند با خاندان فاسد صدوقی و خاتمی توانست بسیاری از کارخانجات مصادره‌ای را بالا بکشد. من چیزی فعلا دیگه نمیگم تا بماند برای بعد. چی بگم؟ بریم پرده آخر. ارباب و مولای غریبی رو کنار زدن که در تمامی عمرش این آقا لب به گوشت و نان گندم نزد، نخورد. لحظات آخر عمر این آقا بود. امام مصطفی فرمود بابام فرمودن حسن جان باباتون بعد از یک عمری دلش هوس گوشت و نان گندم کرده، گیر میاد. شب و روزگار خوش.